اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر تبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. در این سوره بخشی از معارف مربوط به مبدأ و معاد را به این صورت ذکر میکنم، چون قسمت مهم علومی که انسان با اوروبروس همون انسان شناسی و معرفت نفس است. خدای سبحان نحوه خلقت انسان را بازگو کرد و گذشته انسان را در بخش‌های دیگر قرآن بیان کرد و در این بخش فعلیت انسان و آینده انسان را مشخص کرد، یعنی انسان قبل از دنیا چه بوده است اون را در آیات دیگر ذکر کرد. این دو بخش از مسافت را در این سوره ذکر می کند، انسان فی دنیا و انسان بعد از دنیا. درباره پیدایش و پرورش انسان در دنیا فرمود با این لام قسم لقد خلق در انسان من سرارت من طین. نحوه آفرینش انسان را از نظر ساختار بدن و روح در این قسمت ذکر میکنن، از نظر مسائل آزمونی و اجتماعی و امثال ذلک را در آیات دیگر ذکر میکنن که فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. با لام قسم فرمود تحقیقا من انسان را در کبد خلق کردم. کبد یعنی رنج و آزمون و تلاش و کوشش و خستگی. غیر از کبد است که از اعضای گوارش است. سوگن یاد کرد که انسان هرگز راحت نیست. انسان تا زنده است در تلاش و کوشش است. حالا یا مشکل مالی داره، یا مشکل اجتماعی داره، یا مشکل سیاسی داره، یا مشکل خانوادگی داره، یا مشکل اخلاقی داره، بالاخره تو رنج در زندگی میکنه. گنجش در جای دیگه است. کسی خیال کند که در دنیا میتواند راحت باشد مستحیل است. چون اون که عالم و آدم را آفرید فرمود ساختار انسان تو رنج است. اینجا جای امتحانه. خب کسی 70 سال 80 سال تو کلاس امتحان بشینه همیشه با دلهوره همراه دیگه است. دیگه خواب و آسایش ندارد که، مگر اینکه غفلت داشته باشه از اینکه داره امتحان میده و آینده ای هست. و اگر کسی غافل نباشه در زحمته. اگر کسی آز در آسایش است چون خیال میکند که یحسب ان ما له اخلده، این اخلده الی الارض و تبع هواه و کان امره فرجا، اون دیگه انسان نیست. اگر کسی خواست زندگی انسانی داشته باشد تو دلهره است. 80 سال بوده. آسایش برای مسافری که نمیداند کجا میرود ممکن نیست. فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. البته همین ها که در کبدن به طبع اولیست. اگر مقدار این راه را رفتن به یاد خدا مأنوس شدن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بقیه سفر را با آرامش طی میکنن. این علا به ذکر الله تطمئن القلوب طمأنینه است، دیگه کبد نیست. خب پس خلقت اولی با رنج همراه، و برای اینکه انسان این رنج را کم بکند یا به حساب نیاورد باید با کسی که طمأنینه آفرینه است رابطه داشته باشد. وجود مبارک استعانی سلام الله علیه دارد که در جریان جنگ بدر
اولین جنگی بود که مسلمان ها باید او رو تحمل میکردن. یه جنگ تحمیلی بود و جنگ نابرابر، هم تحمیلی بود، پیشگیری نشده بود و نابرابرم بود، زیرا مشرکین کم برابر ما بودن، اونا مسلح بودن ما بی‌سلاح، اونا سواره بودن ما پیاده، اونا مواد غذایی فراوانی داشتن، ما سربازانمون با خرما و مکیدن خرما خودشون رسید میکردن و ماننده. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون شب بدر زیر یک درختی تا صبح مشغول مناجات بود و اصلا گویا فردا جنگی نیست. اینقدر پیغمبر آرام بود. این رو خود است امیر داره، اون علی سلام الله. خب اگر کسی به این مراحل نزدیک شد، آمد و رفت دنیا برای او بی اثر است و بی ارزش. ولی نه، توده مردم در زحمت. این مال ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی امثال زاله، اما ساختار خلقتش را در این سوره بیان کرده، سوره مبارک مؤمنون، که انسان تکچه تطورات را پشت سر گذاشت. دو تطور از تطورات قبلی که یکی به لیسه تامه یکی به لیسه ناقصه برمیگردد در آیات قبل مطرح شد. یکی این که به وجود مبارک زکریا فرمود تذالک خلقتک ولم تک شیئا، که این لیسه تام است. یکی هم در سوره هل اتا الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که این لیسه ناقصه است، یعنی بود مثل منی یمنا ولی قابل ذکر نبود. لم یکن شیئا مذکورا، اون بیان نورانی امام باقر سلام در زیر این آیه این است که قابل ذکر نبود. پس کان شیئا لکن غیر قابل لذکر. این دو مرحله. حالا این مراحلی که بالاخره از او یاد می شود که در رحم هست و همسار دارک دارن ذکر بکنه، و این مرحله رو به مرحله برزخ و مرحله معاد می رسونن. فرمود به این که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، اصل انسان از اساره خاک و گل بود، خاک بود بعد تین شد، بعد اساره تین به این صورت در آمد. سلاله یعنی اساره، میگن سلاله ساداتن، سلاله تو سادات، سلیل قرانن، یعنی اساره. خب این نطفه که از پدر خارج می شود در قرار مکین قرار می گیرد که زهدان مادر است. ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، یعنی لقد خلقنا سلالت من تینن، مثلا مادتا غذاییه به مانند آن. که این لقد خلقنا اگر بخواهد با آیات بعدی هم سیاق باشد، معناش آن است که ما سلاله تین را به صورت نطفه در آوردیم، بعد نطفه را در قرار مکین جا دادیم، که در سوره مبارکه اذا وقعه دارد کار پدر امناست، اما جاسازی و رهنمود و هدایت این نطفه به زهدان مادر دیگه کار مادر یا پدر نیست، این کار ماست. افرعیتم ما تمنون، کار پدران امناست، نقل این ماده من موزن الى موزن آخر، اما جاسازی، مکان دادن، گرم نگهداری دیگه کار اونا نیست. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. ثم خلقنا النطفه علقه. مستحضرید که همه اینها دو مفعولی است، با اینکه خلق بیش از یک مفعول نمیگرد، خلقه او عنوان خلقه جز افعال دو مفعولی نیست، اما اینجا چون معنی سیر است دو مفعول میگیره. ثم خلقنا نطفه علقه، یعنی سیرناه علقه. وقتی خدای سبحان نطفه را علقه کرد، میتوان گفت فسارت نطفه علقه، الله سیر نطفه علقه، فسارت نطفه علقه،
فکانت العلقتو مسبوقتن به نطفه، همین تعبیرها درست. فخلقن العلقته مزغتن، یعنی سیرن العلقته مزغتن، پس فسارت العلقتو مزغتن، فسارت فکانت المزغتو مسبوقتن بالعلقه، همین تعبیرها درست. چه تعبیر یعنی چه تعبیر؟ تسییر مال خدا، سیرورت مال این نطفه، اتصاف این به سابقه علقه هم مال این نطفه، مال این مزغه. فخلقنا العلقه مزغه فهاهنا امور ثلاثه. الاول التسییر وهو فعل الله، یعنی سیرنا العلقه مزغه. دوم از سیروره، فسارت العلقه مزغه. سوم سابقه فینونت، فکانت المزغتو علقتم. خب فخلقن العلقت مزغتم، فخلقن المزغت ازامن، ای سیرن المزغت ازامن، فسارت المزغتو ازامن، فکانت الازامو مسبوقتن بالمزغه. این هر سه مطلب درسته. از این به بعد لون بحث عوض می شود. آیا این تعبیرها که نطفه علقه شد، علقه مزغ شد و مزغ عظام شد، از باب کون و فساد است، یعنی خلع و لبس است، یا لبس بعد لبس؟ برای اینکه روشن بشود که سیاق لبس بعد لبس است، یعنی یه چیزی که داشت به مرحله بالاتر و کاملتر رسید، نه اینکه یه چیزی رو از دست داد به چیز دیگر را گرفت. یه وقت است میگیم آب هوا شد، یعنی وقتی که آب دیگ جوشید و داغ شد و جوش آمد، تبدیل میشه به هوا، صورت مائی رو از دست میده، صورت هوایی رو میگیره، کی را به استرابش نگن کون فساد، یعنی قبلی رو از دست داد بعدی رو گرفت. یه وقت لبس بعد لبس است، نه خلع لبس، چیزی رو از دست نمیدهد، اونی که داشت دارد و کامل تر میشود. اگر یه وقتی به صورت رقب و عدد باشد، دیگه تکامل و حرکت توش نیست. مثل اینکه اگر کسی 5 کتاب دارد، یه کتاب دیگری روش بذارد میشه 6 تا، اما نه اینکه 5 تا شده 6 تا، اون 5 تا سر جاش محفوظه، اینم در کنار اوست. دیگه گرچه میگیم 5 تا شده 6 تا، اما حرکت نکرده که اون 5 تا بشه 6 تا، بلکه اون 5 تا سر جا خودشه، این 6 هم کنار اون هاست. اما یه وقتی میگیم این ساقه گندم یا برنج که 2 سانت بود الان شد 4 سانت، این معنیش نیست که 2 سانتی در کنار اون 2 سانت دیگر آمده، بلکه همون 2 سانت قبلی بالا آمده، جمعن شده 1 ساقه 4 سانتی. این میشه حرکت. اون دیگه جمع و تفریق دیگه توش حرکت نیست. اینجا که فرمود فخلقن العظام مزغت عظامن، آیا از سنخ لبس بعد لبس است یا خلع لبس؟ اما وقتی که فرمود فکسون العظام لحمن، نشون میداد که از سنخ لبس بعد لبس است، یعنی ما چیزی رو کم نکردیم، همونی که بود هست، منتها بالا آوردیم و کامل کردیم. نمونش اینه که ما استخوان را حفظ کردیم، روی این استخوان درون و بیرون جامه گوشتی پوشندیم. خب فکسونا، اینجا هم کساب فعلش نیست، دوتا مفعول بگیره، اما اینجا هم دوتا مفعول گرفته، یعنی ما جامه گوشتی بر پیکر استخوان پوشندیم. فسیرن الکسام العاریت عن اللحم، کسام فسیرن الازام العاریت عن اللحم ازامن مکسوبتن للحم، فسیرناها کذا فسارت الازامو کذا، پل ازامو
مسبوق العظام المکسوبة باللحم مسبوقة بالعظام العارية عن اللحم. تا اینجا روی وحدت سیاق همین معنا به صورت ثم انشأنا خلقا آخر در می آید. اما اون خلق آخر چیه؟ بر اساس اینکه به ما اوتیتون من العلم شیئن ما اوتیتون من العلم لا شیئن قلیلا، دیگه او رو روشن نکرد، ما او رو چیز دیگر کردیم. اینی که فرمود یسالونک عن الروح قل الروح من الامر ربی و ما اوتیتون من العلم لا شیئن قلیلا، ما او رو چیز دیگه کردیم. خب ثم انشأناه دیگه نباید گفت که این انشأ یه مفعول میگیره، مگر خلقه دو تا مفعول میگیره، مگر کساده تو مفعول میگیره. سیاق یعنی سیاق، سباق یعنی سباق. این دو تا عامل از دیر زمان 600-700 سال قبل گفتن تا رسیده به کفایه و امثال کفایه که ما یه سباق داریم به نام تبادر، یه سیاق هم داریم که از نحوه جمله استفاده میشود. خب سباق الفاظ به سیاق الفاظ نشون میداد که دو مفعولیه، وگرنه نه خلقه دو مفعولی بود، نه کسا دو مفعولی بود، نه انشأ دو مفعولی. این رو باید به خود آیه مراجعه کرد و لغت را زنده کرد، نه اینکه بریم به سراغ لغت ببینیم آیا خلقه دو تو مفعول میگیره، انشأ دو تو مفعول میگیره، کسا دو تو مفعول میگیره. ما ادبیات مدونی قبل از قرآن نداشتیم تا بگیم این قرآن تابع اون ادبیات مدون است. خب اگر گاهی گفته میشه و خلقه به معنای جعل است، از اینجا گرفتم. خلقه به معنای سیر است، از اینجا گرفتم. انشأ به معنای سیر است، از اینجا گرفتم. نه اینکه ما یک کتاب مدونی داریم سیوه و امثال سیوه، اینا بعد از قرآن ادبیات نوشتن. خب پس سیاق آیه مبارکه همش دو مفعولیه، با اینکه هیچ کس نگفته خلقه دو مفعول میگیره، هیچ کس نگفته کسات دو مفعول میگیره، هیچ کس نگفته انشأ دو مفعول میگیره، همه اینجا معنی سیر است. حالا که سیر شد ببینیم چگونه تسییر است. آیا تسییر کون و فسادی است اونجوری که آب بخار میشود، یا اونجوری که ساقه دو سانتی چهار سانتی میشود؟ آیا از سنخ خلع و لبس است، کندن چیزی به گرفتن چیزی است، یعنی کون و فساد؟ یا از سنخ لبس بعد لبس است، اونجوری که آب هوا می شود که کون و فساد است، یعنی صورت آبی را خلع می کند و صورت هوایی را دربر می پوشد، از می گیرد، از اون سنخ است؟ یا نه اونجوری که ساقه گندم دو سانت است میشه چهار سانت؟ همه اینها مخصوصا از این فکسون العظام لحمن نشون میداد از سنخ لبس بعد لبس است. پس همه اینها از سنخ تسییر است. وقتی تسییر شد سه تا فعل صادق است، سه تا حرف صادق است. اینکه سیر الله العلقه مزغتن، یکی اینکه سارت العلقه مزغتن، یکی اینکه کانت المزغتو مسروقتن بالعلقه، فالمزغتو علقیت الحدوث و مزغیت البقا. درباره همین همطوره. فکسرن المزغت ازامن، یعنی سیرن المزغت ازامن، فسارت المزغتو ازامن، فکانت الازامو مسروقتن بالمزغه، فالعظامو مزغیت الحدوث و کسوت عظامی البقا. حالا میرسیم به انشأناه خلقا آخر، یعنی همین را ما چیز دیگر کردیم. ما اون خلقا آخر را بر اساس به ما اوتیتو من العلم الا شیئا قلیلا نمیدونیم چیه، و خدای سبحان این را درباره خصوص انسان انجام داده، وگرنه همه حیوانات تا این محدود مساوی انسانند. یعنی حیوانات نطفاً علقه میشن، مزغه میشن، عظام میشن، ثم کسرن العظام لحماً میشن، یه روح حیوانی هم به اونها داده میشه، میشه گوسفند. دیگه تبارک الله و احسن الخالقین توش نیست.
اما همین معنا تا اینجا که مرز مشترک است، این رو نفرمود تبارک الله. بعض این که فرمود فکسون در ازام لحمن دیگه نفرمود تبارک الله. اما وقت مرز انسان و دام از هم جدا شد، ثم انشأناه خلقا آخر شد، فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. چون احسن المخلوقین به دنیا آمد، کشف میکنیم که او احسن الخالقین است. خب پس این کسونا یا انشأنا به معنای سیرناست. وقتی سیرنا شد، سه تا قضیه صادق است. یکی اینکه سیر الله العظام المکسوبت باللحم شیئا آخر خلقا آخر، این یه قضیه. فسارت العظام المکسوبت باللحم خلقا آخر، فکان الخلق الآخر مسبوقا بالعظام المکسوبت باللحم. این همون جسمانیت و دوت و روحانیت البقا در میان. ما توقع داشته باشیم آیه صریح باشه، بگه یا ایها الذین آمنوا الروح جسمانیت البقدوس و روحانیت البقا. این تو احکام فقهی هم همین چیزی نادر است، اما ظاهر آیه همینه. پس این که ما به دنبال این باشیم که انشأ دو مفعول بگیره یا نه، سیاق سیاق دو مفعولی است. وقتی سیاق دو مفعولی شد، سه تا قضیه صادق است. یکی سیر الله، دوم سارت الکذا، سوم اتصف به انه مسبوق بکذا. پس فالخلق سیر الله العظام المکسوبت باللحم خلقا آخر، فسارت العظام العظام المکسوبت خلقا آخر، فکان الخلق الآخر مسبوقا بالعظام المکسوبت باللحم. تمام این سه قضیه در تمام این سه جمله صادق است. این هم ظهورش همونه که سیدن استاد المیزان بیان کرده. حالا میمونه مسئله نفخت فیه من روحی. آیا چون نفخت فیه من روحی اگر مخصوص انسان هست آدم بود، خب انسان میتوانست بگوید بین که او یه راه دیگری داره. در باره هست آدم آمده که انی خالق بشر منتی فعضا سبیته و نفخت فیه من روحی، این والا. اما همین معنا در سوره مبارکه سجده در باره خود انسانم هست. در سوره مبارکه سجده آیه 7 به بعد این است: الذی احسن کل شیء خلقه فبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. معلوم میشه که این نفخ روح همونطوری که در باره هست آدم هست، در باره بنی آدم هم هست. حالا این نفخ میتواند از سنخ اعطای شیعی از خارج باشد و هم میتواند با تکمیل و تسییر همین شیع از داخل باشد. یعنی این رو بالا آوردیم، همونطوری که همه نباتات را، همه گیاهان را، همه درخت ها را، چه حبه چه هسته او بالا میاره. این که حبه و هسته بود، همین را بالا آورده به نفس نباتی رسونده، یه قدی بالاتر میاره به نفس حیوانی، یه قدی بالاتر میاره به نفس انسانی میرسونه. مگر این هسته و حبه رو اون نمیشه کافت؟ فالق الحبه و النبا، فمود هم حبه را هم نبا یعنی هسته را. وقتی یک کشاورزی باغبان به زمین گذاشت، بعد از شیار به دل خاک گذاشت، مأموران ما میرن بعد در فرصت مناسب این رو میشکافن، این حبه گندم را، این هسته خرما را میشکافن، یک قسمتش رو به طرف درون خاک میبرن، میشه ریشه.
یک قسمتش رو از خاک بالا میارن میشه خوشه و شاخه، چه در حبه چه در حسه، فالق الحبه و النوا. بعد کم کم بالا میاریم بالا میاریم بالا میاریم تو به حد نفس نباتی میرسد. فرمود این درختار شما احیا کردی، تن به تو شجرها ام الله، ما انتم تزرعون و ام نحن زارعون، شما افرعت ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون. کار یک کشاورز حرس است، یعنی نقل این حبه از انبار به مزرعه. همین این که زرع نیست، زرع اونه که مرده را زنده بکنه، ما اون زارع مایی. افرعیتو ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن زارعون، حرس مال شماست. بله، اونم به اذن خدا که این گندم ها را از انبار به دل خاک میگذارید، این کار مهمی نیست. بادم بزنه همینطوره، کلاغ هم خیلی از این درخت های گردوی خودرو برسر این که کلاغ ها هنگام خوردن این گردوها یه مقدار از دهنشون میفته به زمین، بعد یه درخت بگرده سبز میشه. فقط این کار علمی نیست که شما میکنید، کار کشاورزی مال ماست. اینی که مستحب است یک کشاورز هنگام کشاورزی یک مشت گندم رو بگیره رو به قبله و ایسته این آیه رو بخونه، همین است: افرعیتم متحرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. اینی که عرض میکنم یه مفاتیح الجنان جلد دوم لازمه برای همین اموره. خب اینها رو هم بالاخره ائمه فرمودن، این دعاها را این دستورها را هم اونا دادن. فرمود به این که این کار کشاورزی حقیقی مال ماست، ما زارعیم، زرع ما هم این است که مرده را زنده میکنیم، این حبه را میشکافیم، این هسته را میشکافیم، یه مقدار خوشه یه مقدار ریشه، این رو بالا میاریم، بعد تازه وقتی که این بالا آمد منتظر است که ما بوچی بدیم. شما میرید یه هکتار زمین، این یه هکتار زمین انواع و اقسام میوه های رنگارنگ را میده، طعم های گوناگون را میده، شکل های گوناگون را میده و خاصیت های گوناگون را میده که تو سوره مبارکه رعد مشخص شد. فرمود به فعل ارزه قطعون متجاوراتون، در زمین میبینید یه قطعه از مجاور هم و یه هکتار زمین مثلا چندین گونه میوه درش پیدا می شود. آیه 4 به بعد سوره مبارکه رعد این بود: به فعل ارزه قطعان متجاوراتون و جناتون، باغهاییست من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان، یستا به ما این واحد، باغبانش یکی، زمینش یکی، هواش یکی، با فصل برداشتش هم یکی، فصل کاشش هم یکی، آفتابش هم یکی، آبش هم یکی، خاکش هم یکی، اما انواع و اقسام میوه ها فرق میکنن. فرمود به این که یسقا به ما این واحد، اما و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، دو تا میوه شبیه هم نیست، دو تا برگ شبیه هم نیست، دو تا گل شبیه هم نیست، دو تا بو شبیه هم نیست. فرمود این کارها رو ما میکنیم، این میشه نظم علمی. خب حالا درباره انسان فرمود به این که ما ای رو به یک وضع دیگر آوردیم، درباره هیچ کدام از اونها نفرمود تبارک الله و احسن الخالقی. تا اینجا که مزغ کسا عزم میشود و عزم بی استخوان دا عزم بی گوش دارای گوش میشود، این مشترک بین انسان و دام است. اما ثم انشأناه خلقا آخر، ای سیرناه خلقا آخر، این دیگه آخر چی هست معلوم نیست. تو به ما آتی تو من العلم الا شیئا قلیلا فتبارک الله احسن الخالقین. خب ما توقع داشته باشیم که آیه به صراحت بگوید یا ایها الذین آمنوا ان النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، این توقع نابجایی است. تو فقه و اصول و سایر علوم نقلیه ما یه همچه صراحتی کم داریم، ظاهر آیه اینه. اگر همه موارد این سیاق دو مفعولی است، تسییر است، سه تا قضیه صادق است: یکی فعل خدا، دو تا هم مخلوق او. اگر خدای سبحان فرمود
فکسون العظام لحمن، یعنی سیرن العظام العاریت عن اللحم مکسوبتا باللحم، این کاغذی اولا. فسارت العظام العاریت عن اللحم مکسوبتا باللحم، فکانت العظام المکسوبت باللحم مسبوغتا بالعظام العاریت عن اللحم. این همون جسمات حدوث رو هم تلبقا در میاد، چون مشابه این رو در باره سم انشعنا و خلق آخر در باره آخر، یعنی دیگری که قابل درک کردن هست. اما در اینجا وقتی که همه اینها عمیق و علمی بود و قابل دسترسی بود، اونا را بیان کرده، اما این بعد بلافاصله فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، معلوم شد از خلق این چیزها دیگه که شما میبینید نیست. اونم بالاخره انسان، خیلی از افراد انسان در حد حیوانند، منتها حیوان بالفعل و انسان بالقوه، جز اون ملک که اعلا که نیستن. این قابل درک است تا حدودی، بخشی از معانی حیات حیوانه را خیلی ها درک میکنن، اما این روح انسانی ملکوتی را خیلی ها غافلن، چون خودشون رو گم کردن. اگر کسی خودش رو فراموش کرده، نسو الله انساهم انفسهم، خیلی ها خودشون رو گم کردن. و همین خدایی که در سوره 8 میفرماد خیلی ها خودشون را فراموش کردن، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، همین ها در سوره مبارکه نساء و امثال النساء وقتی جریان جبهه و جنگ پیش می آمد، اهمتهم انفسهم، خدا میفرماد اینا فقط به فکر خودشونن. این خود حیوانی است که اینا به فکر خودشونن، اون خود انسانی را فراموش کردن. همود اینا اون خود اصلی رو فراموش کردن. جریان جبهه و جنگ که میشه، تا صحبت جنگ میشه، اهمت و انفسهم، اینا فقط به فکر خودشونن. خب اینی که اون خود انسانی رو فراموش کرده که دیگه برای او درکش آسون نیست. رضا میفرماد به این که شیئن آخر، خلقن آخر. خب بله، خب اما بالاخره اون طور نیست که قابل درک برای تو. درباره حیوانیت نفرمود و ما اوتیت من العلم الا شیئا شیئا قلیلا، طور خیلی رو دور نیست، اما درباره انسانیت است که فرمود. خب میمونه مسئله این جریان آیه که در سوره در بحث دیروز خونده شد، در روز چهارشنبه، که خدای سبحان فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یک ماده مشترکی بین سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه لقمان است، ولی اون ذیل در سوره مبارکه اسراء است. در سوره لقمان آیه 18 به این صورت است: ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. این لا تمشی فی الارض در سوره مبارکه اسراء آیه 37 بین صورت آمده است: ولا تمشی فی الارض مرحا. چرا؟ برای اینکه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. مطلب بعدی آن است که اگر خدا احسن الخالقین است، معلوم شه خالقینی در عالم هستند که خدا احسن است. این فعل جمله درست است، ولی با توجیه بعدی حل میشه. برای اینکه خداوند خلقت را به غیر خود اسناد داد، مثل جریان هستی عیسی سلام الله علیه که بود استخرق من التین کیئت الطیر به اذن، این یه مطلب. ولی مشکل این است که اگر غیر خدا خالق هست، چگونه خدای سبحان برهان توحید را دلیل میداند، خلاصه بکند که افمن یخلقو کمن لا یخلق. برهانی که خداوند برای توحید قائم میکند که فقط خدا را باید پرستید، آیه 17 سوره مبارکه نحل این است که خدا را باید پرستید، غیر خدا را نباید پرستید. چرا؟ چون که افمن یخلقو کمن لا یخلق، خالق را باید عبادت کرد.
خب اگر غیر خدا خالق است، نظیر هست عیسی، اگر کسی معاذ الله بگوید عیسی خداست، نباید مشکل داشته باشد. جوابش این است که غیر خدا خالق به ذات نیست، به دلیل اینکه خداوند در بسیار از موارد خیلی از افعال و اوصاف را به غیر خدا اسناد می دهد، یک. بعد در آیه بعد از همه اونها سلب می کند، دو. در آیه ثالثه کل اینها را منحصراً مال خدا می داند، سه. معلوم میشه غیر خدا کاری نیستن مگر اینکه ابزار کارو باشن، وسائل کارو باشن، به اذن او انجام بدن، مجاری کارو باشن. جریان رزق این است، فرمود خدا خیر الرازقین است، فصل این است، او خیر الخاسرین است، حکم این است، خیر الحاکمین است، حفظ این است، او خیر الحافظین است، خلق این است، او احسن الخالقین است، قوه این است، او اشد و قوت لله است. ولی همه اینها رو یک جا هست میکنه، میگه همش مال منه، اگر دیگری داره به اذن من داره. ان القوه لله جميعا، الله خالق كل شيء، یه جا برای کسی نمیداره. اگر الله خالق كل شيء، پس دیگری هر کس هر خلقتی میکنه به اذن اوست. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، با هوی که ضمیر فصل است، با الف لام خبر مفید اثر است. او ان الحكم الا لله، اگر حکم منحصرا مال خداست، اگر در جای گفته به خیر الحاکمین، اونا حاکم بالعرضن، فتحصل برهانی که در سوره نحل اقامه کرده که خالق را باید پرستی و غیر خالق معبود نیست، همچنان به قوت خود باقی است. دیگران اگر خالقن، اگر عزیزن، اگر رازقن، اگر حاکمن، اگر فاصلن، اگر قویین، همه اینها بالعرض است. یه جا فهمد العزت لله و رسوله و للمؤمنین، یه جا فهمد العزت لله جمیعا، والحمد لله رب العالمین.